برای گرفتن یک خروجی مطلوب از نرم افزار تک ورکس شما نیاز دارید که یک ساختار کلی رو در اون رعایت بکنید که ما تو این قسمت میخوایم اون ساختار کلی رو خدمتتون معرفی بکنیم و در مجموعه های آتی بیایم این ساختار کلی رو شاخ و برگ بدیم و بتونیم یک خروجی مطلوب رو از نرم افزار بگیریم. خب برای این کار من ویرایشگر رو اجرا میکنم. تک ورکس از استارت منو پیدا میکنم و اون رو اجرا میکنم. محیط نرم افزار رو شما مشاهده میکنید. صفحه سفید دیگه در مقابلتون هست، صفحه هستش که شما کدهای مربوطه اجرای نرم افزار رو شما اینجا وارد میکنید. هر کدی که نیاز هستش در این قسمت قرار میگیره. کلید سبزی که این بالا قرار داره کدهای مربوطه رو برای شما اجرا میکنه که نحوه اجرا رو هم خدمتون گفتم که این کدها توسط انجین های نرم افزار تبدیل میشه به یه خروجی مطلوب. و قسمت های مختلفی که این نرم افزار داره در قسمت های آتی کامل خدمتتون توضیح میدم. خب در ابتدای امر فرمت کلی به این صورت هستش. شما اول یه داکیومنت کلاس برای سیستمتون تعریف میکنید. خب سوالتون اینه که خب داکیومنت کلاس چیه؟ داکیومنت کلاس نوع کلاس شما رو تعیین میکنه. خب حتما سوالتون چیه؟ خب کلاس چیه و چرا باید ما نوعش رو همون ابتدا تعیین بکنه؟ خب کلاس یک تغییرات کلی توی متنتون اعمال میکنه که انواع کلاس رو من تو قسمت‌های بعد خدمتتون عرض میکنم که ما چند نوع کلاس داریم و هر کلاس در واقع چه خاصیت‌هایی داره. در ابتدا شما فقط بدونید که اگه نیاز باشه شما یک کلاس رو مشخص بکنید که حتما نیاز هست، باید در خط اول این کلاس رو تعریف بکنید و نوعش رو مشخص بکنید. توی این قسمت شما باید آپشنز های کلاس رو قرار بدید. آپشنز هایی که تغییرات جزئی به ساختار پروژه‌تون میده توی این قسمت قرار میگیره که انواع آپشنز ها رو من در قسمت های آتی کامل خدمتتون توضیح میدم. فقط یه نکته رو من همین الان خدمتتون عرض کنم، فکر کنم این متنی که من دارم برای شما اینجا وارد میکنم کمی سایز نامناسبی داره. برای اینکه من سایز اینو همین ابتدای امر تغییر بدم، میام توی قسمت منوی نرم افزار روی فرمت کلیک میکنم و بعد فونت رو میزنم. اگه شما نیاز داشتید که فونت رو تغییر بدید یا اندازش رو تغییر بدید، میتونید به این قسمت مراجعه بکنید. نوع فونت رو من از اینجا میتونم انتخاب بکنم، بولد یا رگولر رو از همینجا میتونم دوباره انتخاب کنم که به صورت بزرگ نویسی باشه و اندازه اون که من میام روی 20 انتخاب میکنم. خب بله، خب الان یه ذره بهتر شد. مثل اینکه خب نوع داکیومنت کلاس و آپشن هایی که نیاز هست و کلاسی که نیاز هستش رو شما توی خط اول نرم افزار باید تعریف بکنید. توی قسمت بعدی ما محیط های نرم افزار رو تعریف میکنیم. محیط های نرم افزار به این صورت تعریف میشه. شما با عبارت بگین و اسم اون محیط که نیاز هستش رو در اینجا وارد میکنید و اون محیط رو اجرا میکنید. معمولا تو همه نرم افزارها این محیط اصلی قرار داره، یعنی حتما شما باید از این محیط استفاده بکنید. و اینکه محیط در واقع کارش چیه و به چه صورت هستش و انواع محیط ها به چه صورت هستند، من در قسمت های بعد خدمتتون کامل توضیح میدم. و هر محیطی که شما داخل نرم افزار استفاده میکنید طبیعتاً باید حتما یک اندری رو برای اون مشخص بکنید. دو عامل دیگه در ساختار کلی نرم افزار ما وجود داره. یکی دستورهای سراسری و عمومی هستش که توی این قسمت تعریف میشه. شما اگه دستور کلی نیاز دارید که روی کل مجموعه و پروژه‌تون اعمال بشه، باید توی این قسمت تعریف کنید. و اگه نیاز دارید یه سری دستورات به صورت محلی یا به اصطلاح لوکال تعریف بشه، شما باید داخل محیط مربوطه بیاید اون دستور رو تعریف بکنید. پس ساختار کلی تمام
متونی که نیاز هستش شما توسط این نرم افزار خروجی بگیرید به این صورت هستش که خط اول کلاس آپشن ها رو تعریف میکنید، خط دوم اگه نیاز هست در صورت عمومی وارد بشه، و خط بعدی میاد محیط که نیاز دارید داخل اون بنویسید رو تعریف میکنید و یه اندی برای اون مشخص میکنید، و داخل اون محیط شما میتونید در صورت محلی رو در اون محیط اجرا بکنید و در اونجا اعمال بکنید.